ستایم از ته دل نور مهر یکتا را، ستایم از ته دل نور مهر یکتا را، که روشنی او پر نموده دنیا را. رسید اول دی آن زمان میلادش، که بعد از آن بفزایید روشنی ها را. به پاس زایش میترا و به پاس زایش میترا و مهر عالمتاب، نشسته ایم به تکریم جشن یلدا را. قدوم کودک فرخنده پی مبارک باد، که نیکی اثرش پر نموده دنیا را. ببوده عمر همین کودک از حساب برون، ببوده عمر همین کودک از حساب برون، ولیک 7000 است عمر یلدا را. که قبل زادن زرتشت بوده این آیین، که قبل زادن زرتشت بوده این آیین، درون کشور و دیگر گرفت دنیا را. به کیش مهر بودی شهره و دگر نامش الهه بود ز خورشید و نام میترا را. به کیش مهر بودی شهره و دگر نامش الهه بود ز خورشید و نام میترا را. سرم ز فخر نگنجد درون کاشانه، سرم ز فخر نگنجد درون کاشانه، برون شد است و بپیموده تا ثریا را. که مردم وطن ما در آن زمان کهن، ربوده گوی ز میدان علم دنیا را. چگونه درک نمودی بوده درازترین شبی که شهره نموده است نام یلدا را؟ چگونه درک نمودی بوده درازترین شبی که شهره نموده است نام یلدا را، یا نام یلدا را؟ ز میوه ها و ز آجیل گوناگون خوردی، پیاله ها زدی آن باده مهنا را. شبی دراز نشستی همه به شادی و شور، کتاب چشم ببینند مهر رخشا را. به راستی آدم در اندیشه میره که آیا چگونه پدران ما میدونستن که شب اول دی درازترین شبه؟ 7000 سال پیش، یا خیلی نزدیک بیایم 5000 سال پیش، چگونه این 5000 سال پیش میدونستن که درازترین شب چه شبیه؟ شگفت آوره. به نام خدای ایران و به نام ملت ایران و با درود به یکایک بینندگان ارجمند تلویزیون پارس، برنامه در گذرگاه تاریخ رو از تلویزیون پارس می آغازیم. حالا بسنجید پدران ما رو در 7000 سال پیش، در 5000 سال پیش، تا این اندازه پیشرفت کردن. 1000 سال پیش شاعر میگه جهان در ساحت نه طاق مینا، چو خشخاشی است اندر سطح دریا. کره زمین رو میگه، میگه کره زمین در برابر آسمان مثل یه خشخاشی است که سطح دریا افتاده. جهان در ساحت نه طاق مینا، چو خشخاشی است اندر سطح دریا. نگر تا تو در آن خشخاش چندی، سزد گر بر بروت خود بخندی. حالا مقایسه کنید با آخوندهای امروزی. میفرمایند حضرت حجت الاسلام، زنی که عطر به خود بزند و از خانه خارج شود،
فرشتگان الهی او را تا زمانی که به خانه برگردد لعنت میکنن. بیا تو خونه دیگه لعنت نمیشه. زن باید بو گند بده بره خارج، اگه بو عطر بزنه فرشته ها لعنتش میکنن. پس اون سخن پیامبرتون چی که میگه بهترین پولی که خرج میشه خرج عطره، زیباترین چیز در نزد خدا، در نزد من بوی خوش و زنه. خوش سلیقه هم بودن. بله، به هر روی این خبرهای کوتاه رو براتون میخونم تا میزان سقوط افکار دولتیان رو بدونید. آقای وارتان لطفاً در این اتاق فرمان رو ببنده. یکی از دلایل مصرف بالای آب، اینو یکی از آخوندها گفته، یکی از دلایل مصرف بالای آب در کشور استفاده از دوش در حمام است، در حالی که با روش قدیمی یعنی کاسه و لگن مصرف آب تا حدود 50% کاهش پیدا میکنه. یعنی باید برید وسط حموم بشینید، یه لگن بذارید از آب، یه کاسه هم بر روی صابون بزنید، لگن رو بردارید، کاسه رو توی لگن بکنید سرش. ببینید اندیشه کجا رفته، اندیشه به 200 سال پیش داره میره. مؤسسه فرهنگی و هنری قرآن پژوه، اسما رو ببینید. اینا خبرهای کوتاه ها، اینها خبرهایی است که از ایران میرسه. مؤسسه، عکسش هم فرستادن برای من، مؤسسه فرهنگی و هنری قرآن پژوه میگه آیا میدانید که حافظان کل قرآن کریم بدون داشتن دیپلم، بدون داشتن دیپلم می توانند مدرک رسمی لیسانس را از دولت دریافت کنند؟ چقدر به ارزش علم اضافه شده. یارو دیپلم نداره، قرآن، اگر مثلا حافظ اگر الان بود دکترا بود دیگه، چون حافظ قرآن بود دیگه. و قرآن رو حفظ کنید برید اونجا لیسانس بگیرید، دیپلم نداری نداشته باشید، کی به کیه؟ هیئت امنای مقبره علامه مجلسی، حالا خود محمد مجلسی چه دیوانه یاوه‌گویی بوده که حالا براش مقبره درست کردن، هیئت امنا هم داره. حالا اعلامیه هیئت امنا رو گوش بدید. اعلامیه هیئت امنای مقبره علامه مجلسی، روشن کردن شمع اسراف است. ما که همیشه میگفتید تو در امامزاده شمع روشن کرد، حالا چرا اسرافه؟ چرا شاله بهتون میگه روشن کردن شمع اسراف است، لذا خواهشمندیم پول آن را در ذریح انداخته. شمع رو نمیتونن برن بفروشن، ولی پول رو تو جیبشون میتونن بذارن. خواهشمندیم پول آن را در ذریح انداخته یا به دفتر به دفتر تحویل دهید. خیلی خوبه، پول رو بدین زودتر ما بذاریم جیبمون، راحت تر میشه. آقای حسنی رو ببینید، تنها کسی که من معتقدم سمبل یه آخونده این آقای حسنی است که در ارمیه امام جمعه است. بیرحمیش، حماقتش، دیوانگیش، پررویش، همه چی و همه چیش به یه سمبل آخوند میره. ببینید چی ایشون گفته، خیلی دقت کنید، خیلی نکته جالبه. آقای حسنی در نماز آدینه گفته اونهایی که میگویند ما عقب افتاده هستیم و خارجی ها از ما پیشرفته ترند احمقن. آنها نمیدانند، حالا دلیل رو ببینید، آنها نمیدانند که ما در قرن 14 هستیم، 14 قمری هستیم و اونها در قرن 21 میلادی، یعنی 7 قرن جلوتر از ما. چقدر یارو ابلهه. آیا وقتی آنها در قرن 14 بودن از ما جلوتر بودن؟ لکن، این لکن رو از ارباب یاد گرفته، لکن ما در آینده از آنها جلو میزنیم. این خیال میکنه از قرن 21 میگم، اما اول قرن 21 قرن پیش، 21 صده پیش
از اونجا بشریت شروع شده. بعد مال ما از سده 700 سال پیش، از سده ببخشید 1400 سال پیش، اونا 2100 سال، ما 1400 سال. بنابراین خب ما برسیم به اونا 23 سال خیلی بالتر، خیلی حماقت میخواد. باز این آقای حسنی نکته جالبی گفته که من این رو نمیدونم 50% میاد از این آدم که چنین حرفی رو زده باشه، 50% من فکر میکنم برای ساختن. به هر صورت در تعریف از آقای احمدی نژاد گفته که این باری رو که همکنون بر دوش آقای احمدی نژاد گذارده شده است، اگر بر گرده یابو گذاشته بودند از پادر می آمد. این تعریف آخوندی ایشون کرده از آقای احمدی نژاد. به هر روی ما همکنون میریم به دنباله تاریخ زندگی ابرقهرمان یا ابرمرد، مرد برتر تاریخ ایران، یعقوب لیس صفار. ما در تاریخ خودمون دو سه تا ابرقهرمان شمشیرزن بیشتر نداریم. یکیش یعقوبه، یکیش بابکه. اینا شمشیرزنان برجسته تاریخ ما هستند. یکیش آریوبرزنه، یکیش جلال الدین خوارزمشاهه. به هر روی دانستیم که یعقوب با دقت و باریک بینی که داشت سپاه خودشو به دو بخش کرد. موقعی که زرنگ رو محاصره کرده بودن، سه نیروی بزرگ، نیروی عبدالله طاهر از خراسان آمده بود، ظاهرن آقایون ایرانی بودن، عبدالله طاهر سلسله طاهریان داشتن، میگه همه دلمون هم خوش کردیم تو تاریخ ها می نویسیم بله اینها ایرانی بودن، نه، این سیستم آخوندی بود که گفت مخواست بفهمه که اونایی که از طرف خلیفه اومدن اونها هم اونها رو ایرانی میشه حساب کرد. نه، یعقوب لیث به صراحت گفت طاهریان ایرانیانی هستند که نوکران خلیفه هستند، بنابراین از بیگانه بدتر و خطرناکترند. در اینجا هم همین کار رو کردن. طاهریان بابک رو هم شکست دادن، یعنی نیرو فرستادن برای شکست مازیار و بابک. کجا اینا ایرانی هست؟ در اینجا هم همینطور طاهریان کمک آورده بودن برای کی؟ ابراهیم الغوثی، فرماندار عرب در سیستان، و محمد الغوثی که پسر ابراهیم الغوثی بوده. و یعقوب اگر یادتون باشه در هفته پیش گفتم که به صالح گفت شما به من اختیار بدید، من شر اینا رو کم میکنم. صالح میخواست بگریزه، گفت خیلی خوب بکن هر کاری که میخوای. سپاهش دو قسمت کرد، یک قسمتش رو گفت برین الان بخوابید تا 12 ساعت با شما کاری ندارم، یک قسمتشون رو تیراندازا رو در بالای برج بارو قرار داد، از نیمه شب شروع کرد به حمله و شبیخون زدن به نیروهای محاصره کننده، بسیاری از اونها رو کشت، بسیاری زخمی کرد، چادرهاشون رو پاره کرد، آتش سوزی انجام داد، برگشت دو ساعت بعد دوباره هم نیرو حمله کرد. تا 12 ساعتی که گذشت این گروه رو بهشون استراحت داد، گروهی که خوابیده بودن تازه نفس آمدن، یک سپاه خسته داغان بیخواب نخابیده گیج رو بهشون حمله کردن و اینا رو باعث شد که شهر زرنگ مرکز سیستان از محاصره در اومد. این زمان که یعقوب چنین دلاوری رو کرد، هنوز یعقوب یعقوب نبود، هنوز یکی از فرماندهانی بود که زیر نظر صالح بودن. از اون به بعد مردم توجهشون به یعقوب بیشتر شد و بیشتر در گفتار نام یعقوب رو به زبان می آوردن تا نام صالح رو، و این نشون میداد که اعتماد عمومی به طرف یعقوب گرایش پیدا کرده. یعنی یعقوب توانسته بود که اعتماد عمومی رو به خودش جلب کنه. همین هنا من یه نکته ای رو براتون از نظر روانشناسی اجتماعی بگم.
ملت ایران ملت شکاکیه، از بس کلاه سرش رفته و تقصیر خودش هم هست به دلیل اینکه تاریخ رو به خاطر نداره، و کسی که تاریخ رو به خاطر نمیاره محکوم به تکرار اونه. بنابراین بارها و بارها کلاه سر ملت ایران رفته، همونطور که در انقلاب مشروطیت کلاه سرش رفت. اون قانون اساسی که نوشتن قانون اساسی دموکراسی نبود. دو نیرو به اون نویسندگان قانون اساسی فشار می آوردن، نیروی شاه، نیروی شیخ، و اون قانون فقط به سود این دوتا بود، این که قانون ملی نبود. چطور میشه که فرمانده کل قوا باشه ولی از پرسش هم مسئول باشه؟ نمیشه هم چیزی. چطور میشه نمایندگان ملت بیان رأی بدن و پنج تا آخوند بیان اون رو وتو کنن؟ این ملی نیست، این حکومت ملی نیست، این دموکراسی نیست. به هر رو یکی اونجا سر ملت کلاه رفت، یکی در مسئله نفت سر ملت کلاه رفت، یکی در 22 بهمن 57. برای اینکه ملت ایران حافظه تاریخی نداره، اصلا تاریخ رو دوست نداره، حقم داره، برای اینکه در دستهایی در کار بوده از ماسون‌ها و آخوندها که تاریخ رو طوری بنویسن که فرزندان ما در دبیرستان و در دانشکده و در دبستان بدشون بیاد از تاریخ، عدد حفظ کنن نه تاریخ. به هر روی این ملت شکاک، که البته شکاکی یکی از محاسنه که آدم داشته باشه، فورا خودش رو تسلیم حوادث و اینا نکنه، یا به هر دستی که میگه ای بسا ابلیس آدم رو که هست، پس به هر دستی نباید داد دست. پس میبینید که سعدی هم در این زمینه گفته که شک داشته باشید به هر کسی. حالا این ملت شکاک اگر به کسی اعتماد کنه جانش رو برای اون میده، این رو هم در طول تاریخ ثابت کرده، هم در مورد بابک که زمانی که این جوان 10 ساله شد فرمانده کل خرمیان 1600 نفر پیرو داشت، در درازای یک سال شد 500,000 نفر، برای که اعتماد داشتن بهش. همین وضعیت حالا در برابر آقای صالح، صالح فرزند نصر که شهر زرنگ رو تصرف کرده، این با یعقوب، مردم هی به تدریج دارن از صالح به طرف یعقوب متمایل میشن، گرایش پیدا میکنن و اعتماد به این مرد پیدا میکنن، برای که میبینن واقعا اینه داره براشون کار میکنه. آقای صالح تو کاخش نشسته بوده، یعقوب فرماندهی جنگ رو داشته. در هر صورت یه واکنشی هم رهبران ما دارن، اینم از نظر جامعه شناسی اشاره بهش بکنیم بد نیست، و اون اینه که هر کسی که اون بالا میشینه وقتی میبینه که ملت به این یکی از این اطرافیان توجه داره، ناگهان حس رشک و حسادتش برانگیخته میشه. بابا برو فکر کن ببین چرا به این توجه میکنن، چرا میان ملت به یک آدم، به یک پیرمرد، به یک آدمی که نه سلاح داره، نه چکمه پاشه، نه توپ تو داره، نه تفنگ داره، نه توپ و تشر میاد، نه آدم میکشه، به یه آدم اعتماد میکنن. علت رو باید پیدا کرد، نه حسادت رو به کار برد. صالح هم همین مورد رو در مورد یعقوب به کار برد، یعنی یعقوب مورد حسادت صالح قرار گرفت و تصمیم گرفت یعقوب رو کنار بگذاره. اما دیگه حالا کار آسانی نبود. اگر تا یک سال پیش، حتی تا 6 ماه پیشش میتونه این کار رو بکنه، حالا دیگه نمیتونست، برای اینکه اکثریت برنده مردم یعقوب رو دوست داشتن و سربازان و ارتشیان هم زیر فرمان یعقوب بود. خب حالا باید چیکار کنن؟ باید یه کاری کنه صالح که این قهرمان نوخاسته رو از مردم جداش کنه. برای این کار باید اینو از شهر زرنگ دورش کنه. چه کار میکنه؟
میاد بهش میگه که شما برو با این افراد دارن در شهر بست دوباره میان جلو و شما برو جلوگیری کن از سازمان یافتن اینها و دوباره این قدرت نیافتن اونها. به این ترفند به خیال خودش میخواست که مردم فراموش کنند یعقوب و کارهای اون رو، و طوری هم شده بود که دیگه آوای اعتراض مردم اونقدر بلند شده بود که یک روز مردم تصمیم گرفتن گروهی بلند شد برن جلوی کاخ صالح و از سختگیری های او بهش اعتراض کنن. البته صالح وقتی دید موج جمعیت سیاه کرده دوروبر خانه رو، ترسید و دید مردم ضمن اینکه اعتراض میکنن به صورت کنایه و به صورت اشاره و ایما از یعقوب هواداری میکنن. بنابراین تصمیم گرفت که یه جوری به قول معروف شر یعقوب رو از سر خودش کم کنه، اون رو فرساد که بره و خوارج رو که سازمان پیدا کردن سرکوب کنه. یعقوب ناچار بود قبول کنه چون صالح فرمانده کل بود و یعقوب زیر دست اون بود. رفت و به خلاف انتظار صالح دو ماه نکشید تار و مار کرد و خوارج رو با اونها واپس نشستن و یعقوب با بار و بنه زیاد و مقدار زیادی از مهمات برگشت به شهر و دیگه بهتر شد و بیشتر از سابق مردم اون رو دوستش داشتن. سال ناچار پیک مخفی فرستاد برای مالک. مالک کسی بود که فرمانده ایشون بود در شهر بست، که بیاد و اینو ببره، خود صالح رو مخفیانه ببره در اونجا، سازمان بدن نیروی رو بگیرن و برگردن و اصلا با جنگ یعقوب رو سرکوب کنن. گویا در دربار صالح خبرچین های یعقوب داشته، به گوش یعقوب میرسونن. یعقوب هم به برادر خودش طاهر میگه آماده باش و ما باید زمانی که مالک میاد اینو ببره به اینها بتازیم و اونها رو تارمار کنیم، نذاریم صالح بره، چون اگر صالح بره برای ما یک به قول معروف سنگی میشه جلوی راه ما. اینها پنهانی کمین میکنن. در شبی که صالح با 1000 سوار میاد، ببخشید مالک با 1000 سوار میاد که صالح رو ببره، میتازن و جنگ بزرگی در میگیره و صالح کشته میشه و ببخشید مالک کشته میشه و صالح میگریزه. مالکی که اومده بود صالح رو ببره کشته میشه و صالح میگریزه. یعقوب هم در این جنگ برادرش طاهر رو از دست میده و یکی از حوادث رخدادهای بسیار ناراحت کننده برای یعقوب در این جنگ برادر خودش رو از دست دادن بود، طاهر. خب حالا دیگه یعقوب به طور کامل چیز رو، زرنگ رو در دست داشت و حمله کرد بره شاید بتونه صالح رو پیدا کنه. وقتی که رفت، حالا لابد شهر زرنگ رو هم به دست حامد سپرده بود، چون حامد رو کرد رئیس امنیت شهر، حامد سرناوک رو که عیار بود. در نبود یعقوب مردم درهم برادر صالح رو به فرمان روایی و ریاست و پادشاهی برمیگزینن. یعقوب بعد از اینکه ناامید میشه از یافتن صالح، ور که میگرده میبینه مردم درهم رو یا دریم رو بهش میگفتن که خیلی ها دوستش داشتن، این رو میارن به فرمانداری شهر و به ریاست شهر برمیگزینن. یعقوب هم وقتی برمیگرده، چون میبینه مردم این کارو کردن، تسلیم نظر مردم میشه و به ناچار سکوت میکنه. درهم هم یعقوب رو به سپه سالاری برمیگزینه. درهم مردی بوده مذهبی
خیلی پرهیزگار و یعقوب هم زیرکانه با سودگیری از گرایش مذهبی درهم هر کسی رو میخواسته که سرکوب کنه از مخالفان خودش که میدونسته پنهانی این با ابراهیم القوسی اینها در تماسن، یک انگ مذهبی یا ضد مذهبی به اون میزده و اون رو از میدان بیرون میکرده. گفتم حامد سرناوک رو یعقوب به فرمانداری شهر، به فرمانداری امنیت شهر، یعنی رئیس شهربانی خودش میکنه. ولی حامد بعد از اینکه مستر کار میشه توقعاتی داشته، کارهایی رو داشته انجام میداده که یعقوب نمیپسنده. و یعقوب آدمی بود که در زمینه مسائل مردمی برادر خودش رو هم نمیشناخت، چه برسه دوست صمیمیش حامد سرناوک رو. او رو از پست شهربانی برش میداره. حامد هم بهش بر میخوره، از شهر میره بیرون، میره به کلاشیر، یه جایی در اونجا با ابراهیم القوسی و با دو سه نفر دشمنان صالح همدست میشه. خیلی جالبه، به فوریت تغییر شکل میده و علیه یعقوب سازماندهی میکنه. یعقوب میدونسته که این حامد آدم ناراحتی است و آدمی نیست که ساکت بنشینه، چون یکی از اون عیاران بسیار تردست بوده. این بوده که با یکی از عیاران دیگه به نام محمد رامش نیروی رو تهیه میکنن و میرن حمله میکنن به کلاشیر. یعنی نمیخوان حمله کنن، میره که حامد رو برگردونه، ولی اونها به اینا میتازن. وقتی به یعقوب اینا میتازن جنگ در میگیره. در اونجا حامد به دست محمد رامش کشته میشه. یعقوب بعد از کشته شدن حامد سرناوک به دست محمد رامش بسیار ناراحت میشه، میگه این دومین ضربه روحی هست که در عرض این یک سال به من خورده. اول برادرم از میان دست دادم، دوم حامد سرناوک کشته شد. ولی چه میتوان کرد؟ عین جورشه، صلاح مردم کشور برتر از پیشینه دوستی است. هر چی زمان میگذشت بر محبوبیت یعقوب افزوده تر میشد و دلبستگی مردم به او بیشتر از پیش میشد. اینجا رو یعقوب هرچه محبوبیتش در میان مردم بیشتر میشد، مسئولیت خودش رو در برابر مردم بیشتر میدونست و حتی گروهی از هواداران درهم هم به یعقوب پیوستن. همیهنان ارجمند، ما بله 10-12 دقیقه وقت داریم، اگر پرسشی هست من در پیشگاهشون هستم. اما یکی دو ماه بعد از اینکه این درگیری خوارج و یعقوب هم تمام شد، صالح درهم برادر صالح بر اون باور شد که باید یعقوب رو از سر راه برداره، ولی یعقوب رو میترسید از سر راه برداره به دلیل همون محبوبیتی که گفتم. این بود که در پی یه چاره‌ای بر اومد و اون چارهش هم این بود که خودش رو به بیماری بزنه، از صحنه بکشه بیرون در حالی که فرمان روا و فرماندار و همه چی هست، بعد نقشه ترور یعقوب رو به وسیله چند تن از دوستانش بکشه. و وقتی این نقشه ترور از دو حال خارج، یا انجام میشه یا انجام نمیشه. اگه در کارشون موفق شدن که آقای درهم اون بالا به فرمان روای بی درد سر و کاملی میشه، و اگر هم موفق نشدن و به نافرجامی کشید که دوستان خودشو فدا میکنه، اونها رو میگیره و مجازات میکنه. اینم باز کاریست که همه دیکتاتورها کردن و میکنن. یعقوب بعد از یکی دو روز شاید به یاری خبرچینهاش میفهمه که در دستگاه درهم وضع طور دیگه است و او بیمار نیست و خودشو برای اجرای یک برنامه خطرناکی به بیماری زده. این بود که برای درهم پیغام میفرسته. شما شجاعت و دلاوری رو ببینید، اون فرمانده کس دیگری است، ایشون فرمانبر بوده، ولی چنین مینویسه. این به گفته نویسنده تاریخ سیستان میگه یعقوب برنشست و پیام داد درهم را
که باید به کار مردم پرداخت و بیرون آیی که با بیماری پادشاهی نیمروز نتوانست کردن. تا اینجا رو داشته باشی تا بعد. الو بفرمایید. الو جناب انقطاع. درود بر شما. درود بر شما جناب انقطاع. شاد باش گفته یلدا را به تمام شما و تمام خانواده ایرانی ها سپاسگزارم. جای جای جهان باور دارن این یلدای ما را. جناب انقطاع من یه سوال کردم. من سرباز آرش هستم. شما اشاره کردید در نهفته گفته هاتون که پیرمردی بود و حقایقی رو میگفت. از کجا ما بدونیم این پیرمرد حقایقی رو میگفت؟ چرا ما باید همش به شاه و شاهنشاهی ایران بی احترام میکنیم در مسیر گفته هامون؟ بله مردی با شخصیت شما واقعا جای تعجب داره. من سپاسگزارم. اینو اگر اون پیرمرد که مثل خمینی نامی اومد دروغ گفت به ما و اون زمانم دروغ گفت، شما اینو برای من توجیه کنیم. سپاسگزارم. خواهش میکنم. دفعه اول و دوم نیست که ما یه چیزی میگیم هر کسی فوری خیال میکنه به قول معروف اون مسئله چوب رو برداشتنه. دلیلش اینیست که انگلستان و آمریکا با هم همدست شدند و کودتای 28 مرداد به وجود آوردن. دلیل راستگویی اون پیرمرده فقط و فقط. و همون 28 مرداد نطفه 22 بهمن 57 بسته شد و مردم ناراضی ماندند و ماندند و ماندند تا به اون موقع رسیدند. الو بفرمایید. الو بفرمایید. الو درود بر شما. بفرمایید. الو بفرمایید. من میتونم با آقای من انقطاع هستم. درود بر شما. سلام میگم. درود بر شما. گوش ندید به تلویزیونتون. اوکی. شما عنایت بفرمایید جناب انقطاع. این معنای یلدا رو فارسیش یا خیر؟ گوش ندید تلویزیونتون قربان، من ناگزیرم قطعتون کنم. الو دوم اینه که معنای یلدا یعنی چی و در چه زمانی به وجود اومده؟ بله شما سخنان دیروز منو گوش نکردید؟ تمام شد. نه شما دیروز سخنان منو گوش نکردید؟ دیروز نه خیلی من نه همه رو دیروز گفتم، حالا باز یه اشاره‌ای میکنم اگر ممکنه. بله چشم. عرض کنم یلدا بارها گفتم یک لغت سوریانیه، ولی چون پهنه ایران انقدر بزرگ بوده که بخشی از بزرگی از استانهای ایران رو سوریانی حرف میزدن در اون موقعی که ایران تا کرانه های مدیترانه بوده، یلدا به زبان سوریانی یعنی تولد. تولد کی؟ گروهی میگن تولد عیسی. نه، برای اینکه میترا به گفته ای 3000 سال و به گفته ای 270 سال پیش از مسیح متولد شده. بنابراین یلدا یعنی تولد میترا. دلیل بزرگش هم این است که گفتم میترا معتقد بود که رنگ سرخ رنگ پختگی و رنگ بالغ شدن و رسیدگی است. به همین دلیل دو میوه‌ای که به نام هندوانه و انار که میبینید در همه سفره‌های میترایی ها هست و در شب یلدا هست، وقتی میرسند و وقتی پخته میشن سرخ رنگ میشن. این دلیلش. الو بفرمایید. الو بفرمایید. درود بر شما جناب آقای انقطاع. درود بر شما. الو بفرمایید. درود بر شما جناب آقای انقطاع. من یه سوالی داشتم. این کلمه لومپن می‌خواستم ببینم از چه ریشه ای داره. لومپن فرانسوی است. لومپن فرانسوی است به معنی اوباش. لغت فرانسه نیستش همچین چیزی. چرا لومپن؟ لومپن فرانسوی است. ولی هیچ فرانسوی اینو اصلا باهاش آشنایی نداره. خب. و هیچ در کتاب لغتی هم من در چرا این از زمان فرانسوی هم پیدا نکردم. بله. من پیدا کردم، یعنی در دیکشنری پیدا نکردم، در یک نوشته ای که از زمان انقلاب فرانسه بود از اون زمان این واژه لومپن در زمان ها افتاد.
به هر حال به معنی اوباش و الوات و آدمهای هوچی میاد. بله چیز چه میدونم مخاطب میگم ریشه این لغت در کجاست؟ چون من به چند زبون مراجعه کردم پیدا نکردم اینو، مخاطب ببینم والا ببینید یه تاریخی که نوشته شده، ما نمیدونم فرانسه شما ویکتور هوگو رو میدونید خوندید در اونجا لغت لومپن هست، شاید هم ریشه فرانسوی نداشته باشه ولی در اونجا به کار رفته. بله خیلی سپاسگزارم. بنده هم اینطور. الو فرمایید. الو بفرمایید قربان. آقای انقطاع درود بر شما. سلام علیکم. بفرمایید. درود بر شما. آقای انقطاع من خواستم بگم که من واقعا از برنامه شما لذت میبرم، ولی خیلی از این سوال هایی که میشه و به نظر من جلوی این صحبت شما رو میگیره و به اصطلاح نمیذاره من دنبال کنم این برنامه شما رو. میخواستم این صحبت ها رو در یک زمان معین یا در یک برنامه خاصی بذارید که مردم تماس بگیرن، چون خیلی از این سوال ها همون تکراری هست. اگه مردم سوال میکنن یه ساعت سلام علیک میکنن، وقت رو میگیرن وقتی که میتونه به نوع دیگه استفاده بشه. و به مثلا این تاریخی که شما راجبش صحبت میکنید خیلی با ارزشه و من ترجیح میدم اون وقت به نوعی دیگه استفاده بشه که یعنی ارزشش بیشتره برای من، اون چیزی که بخوام یاد بگیرم تا اینکه بعضی از سوالایی که گفته میشه راجع خیلی سپاسگزارم. چیزی که برای من اونقدر ارزش نداره و فکر میکنم خیلی دیگه هستن که مطابق من فکر میکنم. اگه روزی شما اگه مشخص کنیم برای سوال ها فکر میکنم بهتر میشه و چیزی مشخصی بذاریم برای درس. بله من خیلی بیشتر ارزش داره این موضوع. بله خواهش میکنم. بله خواهش میکنم. چشم پاسخ تو رو میدم. یه خود توضیح داره. من توضیحش اینیست که روزهای تاریخ یه موقعی چون زمان من زیادتر بود روزهای تاریخ رو نیم ساعت میگذاشتم برای پرسش ها و روزهای زبان رو بررسی زبان فارسی رو هم نیم ساعت میگذاشتم برای پرسش ها. خنده آور این بود که در روزهای تاریخ هرچی پرسش میومد راجع به زبان بود، در روزهای زبان هرچی پاسخ پرسش میومد راجع به تاریخ بود. یعنی ما مردم که خود من هم عضو این ملت هستم و بهش هم افتخار میکنم، به هر حال یک خصوصیاتی داریم، یک ویژگی هایی داریم. یکی از این ویژگی های ما اینیست که میشنویم اما گوش نمیدیم. خوب دقت کنید، میشنویم اما گوش نمیدیم. من در دوازده سالی که پای تلویزیون هستم شاید 20 بار گفته باشم که کشور ما اسمش پارس نبوده. از آغاز ایران میگفتم، در اوستا آریانوم گفته میشده، بعد آریانه گفته شده، بعد ایران ویجه گفته شده، بعد ایران گفته شده، بعد ایران گفته شده. 10 بار گفتم. در فردوسی 600 بار در شاهنامه نام ایران رو برده، رودکی نام ایران رو برده، عنصری نام ایران رو برده در شعراش، فرخی سیستانی برده، در نادرشاه در گفتش گفته، در زمان ناصرالدین شاه و در زمان فتلی شاه و محمد شاه و غیره تمرای ایرانی داریم که نوشته ممالک محروس ایران، اسکناسایی داریم که ایران، باز میان رو خط آقا از زمان رضا شاه ما ایران شدی، تا قبل از رضا شاه ایران نبودی. آخه این یه کمی توجه بکنید آقا، برو نگاه کن تو تمفروشی تمرا رو نگاه کن ببین تا زمان ناصر شد چقدر اسم ایران برده شده. سفیر فتلی شاه در فرانسه شعری ساخته بود که من سفیر فتلی خان ترک نژاد ایرانی هست. ترک نژاد ایرانی؟ حالا خواهش من اینه، همین سخنی که این دوست بسیار ارجمند گفتم، آقا پرسشی که میکنید در زمینه مبحث تاریخ باشه، اینو نگاه کنید. حالا
من بیام از اینجا، چرا شما در اونجا گوشه زدی به پیرمرد؟ مقصودشون بوده اصلا قابل مقایسه مصدق با خمینی؟ کدوم یک سوزن رو مصدق به پای کسی فرو کرد؟ به سر جلو ده ها آدمی رو که این مرتکه کشت و همه بدبختی ها. اصلا ایران برای این آدم مطرح نبود؟ آخه این چقدر تعصب. به هر روی وقت من گویا در اینجا تمام شده، از اتاق فرمان اطلاع میدن که وقت تمام شده. خطا هستش ولی چاره نداریم، میشه پاسخ داد. روز و روزگار بر شما خوش باشه، تا درودی دیگر بدرود و پاینده ایران.